پرزیدنت ترامپ در کنفرانس خبری روز سهشنبه در کاخ سفید به فهرستی از پیشرفت های دولتش در مقابله با ویروس کرونا در کشور اشاره کرد. گزارشی از فرهاد پولادی. پیشرفت در زمینه مداوای بیماران کرونایی و مشارکت در تولید شش واکسن احتمالی ضد ویروس کووید-19 از جمله دستاوردهایی بود که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس خبری در کاخ سفید به آن اشاره کرد. در نتیجه پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه مداوای آمریکاییان بالای 18 سال نرخ فوت 85 درصد نسبت به ماه آوریل که اوج شیوع بود کاهش یافته است 85 درصد افت در زمینه واکسن همان گونه که هفته پیش هم اعلام شد ما قرارداد مشارکت 2.1 میلیارد دلاری با داروسازی سنوفی برای خرید 100 میلیون دوز واکسن ضد کرونا با آنها امضا کردیم این ششمین واکسن احتمالی است که ما فعالانه از آن حمایت می‌کنیم او در این کنفرانس خبری در بخش پرسش و پاسخ به دو برنامه آتی دولتش که جزو وعده های انتخاباتیش بوده است اشاره کرد. پرزیدنت ترامپ گفت که در طی چند هفته دیگر دو برنامه جامعه برای بیمه درمانی و اصلاح قانون مهاجرت به آمریکا ارائه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به سالی درباره اپلیکیشن چینی تیک تاک گفت که از خرید آن توسط مایکروسافت و یا هر شرکت دیگر آمریکایی حمایت می کند زیرا که می خواهد مشکل امنیتی پیش آمده در استفاده از این نرم چینی هرچه زودتر برطرف شود. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.